سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه توی این ویدیو میخوام راجع به سندروم روده تحریک پذیر یا اصطلاحا همش میگن IBS صحبت کنیم با هم دیگه و ببینیم چطوری درمان میشه. اگر شما هم دچار این مشکل هستید نگران نباشید، قابل درمان هستش و قرار امروز به هر حال راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. مثل همیشه اگر به موضوع پوست و سلامت زیبای علاقمندین، کانال یوتیوب سابسکرایب، ویدیو لایک، کامنت یادتون نره و ویدیو به عزیزانتون شیرش کنید. ببینیم یه تعریف کلی اول راجع به سندرم روده تحریک پذیر داشته باشیم. بچه این سندرم روده یک اختلال طولانی مدت معده روده ای هستش که باعث ایجاد دردهای شکمی، نفخ، مخاط در مدفوع، عادتهای نامنظم، دفع و اسهال و یبوست میشه و ممکنه که سندرم روده تحریک پذیر به صورت مزمن باشه و طولانی مدت باشه که نشونه هاش ممکنه که حالا در هر سنی، در هر شرایطی برای هر شخصی متفاوت باشه. اما این سری نشونه کلی داره که حالا جلوتر واجبش صحبت میکنیم. معمولا کسایی که دچار این بیماری هستن قابل کنترل هستش، دچار بهبود میشن، ولی تنها درصد اندکی از کسایی که افراد به این مبتلا به IBS هستن ممکنه که نشونه های خیلی حادی داشته باشن. ببینیم در مورد سندرم روده تحریک پذیر به چه صورته. علاوه بر ناراحتی هایی که به خاطر IBS ایجاد میشه، بچه این شرایط معمولا به عوارض جدی و حاد منجر نمیشه. درمان خاصی دست برای IBS وجود نداره، ولی یک سری درمان هستش که کمک کننده این قضیه هستش که شما رودتون کمتر دچار تحریک بشه. حالت احساسی و عاطفی نقش مهمی در IBS داره. کاهش مصرف الکل میتونه نشانه موجود رو تسکین بده. یه سری غذاهایی که باعث ایجاد گاز میشن میتونه نشونه ها رو کمتر کنه و باعث بهبود دردتون میشه، مثل حالا نوشابه ها یا حالا غذاهای گاز داره دیگه. حالا ببینیم نشونه های سندرم روده تحریک پذیر چی. اول از همه تغییر در عادت های اجابت مزاج. دردهای شکمی و گرفتگی شکمی که اغلب بعد از اجابت مزاج تسکین پیدا میکنه. بعد از رفتن دستشویی بیمار ممکنه احساس کنه که رودش کاملا خالی نشده. گاز اضافی، عبور مخاط از رکتوم، نیازهای ضروری و پشت سر هم اورژانسی برای دستشویی رفتن، تورم، نفخ شکم، همه اینها نشونه هاشه. یه سری نشونه های کلی دیگه هم هست که این قابل فهم تره، مثل ادرار مکرر، تنفس بد، سردرد، دردای عضلانی، خستگی مداوم، درد به هنگام برقراری رابطه جنسی، عادتهای ماهیانه نامنظم هم ممکنه که از علل سندروم روده تحریک پذیر باشه و جز نشونه‌هاش باشه. این بیماری اصلا مسری نیست، باعث ابتلا به سرطان نمیشه، ولی یه سری فاکتورهای مثل غذایی، محیطی، ژنتیکی، هورمون‌ها، اندام های گوارشی، حالت روی روانی روی درست تشدید این بیماری یا کم شدن این بیماری بچه ها تاثیر میذارن. بریم راجع به محرک های سندروم روده تحریک پذیر با هم صحبت کنیم. اولش غذا و رژیم غذایی. بچه تعداد زیادی از افرادی که مبتلا به IBS هستن نشونه یا اونها بعد از مصرف محصولات خاصی مثل شکلات، شیر، الکل بدتر میشه که باعث ایجاد اسهال یا یبوست میشه. ناراحتی و نفع ممکنه به خاطر مصرف برخی از میوه ها و سبزیجات و حتی نوشابه هم ممکنه باشه که در مورد نقش حساسیت های غذایی یا عدم تحمل برخی از مواد هنوز دانشمندان کاملا مطمئن نیستن که 100% اینا باشه، ولی خب یه سری غذاها باعث ایجاد نفع میشه که این سندروم روده تحریک پذیر و خیلی شدید ترش میکنه. غذاهایی مثل پیاز، هویج، کشمش، زردالو، آلو، کلم بروکلی، چوبشو، نون شیرین، اینها باعث ایجاد نفخ میشن. محصولات لبنی، آدامس هایی آبی از قند، برخی از شکلات ها و محصولاتی که کافئین دار هستن به حال محرک های غذایی هستن که باعث ایجاد نفخ توی شکمتون میشه. اینها ترجیحا تو برنامه غذاتون نداشته باشید اگه دچار سندروم روده تحریک پذیر هستید. بعدی بچه هورمون ها هستن. تغییرات هورمونی بچه میتونه سندروم روده تحریک پذیر متاسفانه بدتر کنه. تعداد زیادی از خانم هایی که به IBS مبتلا هستن به این باور که نشونه ها رو در طول دوره قاعدگیشون
به چششون به صورت بدتری دیدن و درد بیشتری رو احساس کردن. بعدی عفونت ها هستن که عفونت ها هم باعث تشدید سندروم روده تحریک پذیر میشه. اما بریم سراغ درمان. اول از همه این که از مصرف سویتول خودداری کنید، چون باعث ایجاد اسهال میشه. این ماده معمولا تو آدامس، غذاهای رژیمی، شیرینی های بدون شکر معمولا دیده میشه. اگر نفت یا گاز مشکل اصلی شماست، از غذاهای مبتنی بر جور سعی کنید بیشتر استفاده کنید. هر وعده غذاییتون رو به درستی مصرف کنید، مصرف الکل رو کم کنید، از مصرف نوشیدنی های کربناته مثل نوشابه خودداری کنید، مصرف قهوه و چای رو محدود کنید، مایعات کافی بنوشید و یه رژیم غذایی مناسب داشته باشید. حالا این رژیم غذایی شامل چیه؟ رژیم غذایی خوبی که باعث درمان IBS میشه و کمتر باعث میشه که رودتون تحریک پذیر بشه، اولیش فیبره. برخی از افرادی که از IBS بچه رو ورج میبرن ممکنه نیاز داشته باشن فیبر بیشتری مصرف کنن. دومی تمرینات ورزشیه. تمرینات ورزشی به درد و نشونه هایی که حالا توی سندروم تحریک پذیر دارین کمک میکنه. پروبیوتیک ها هستن که معمولا حدود 4 هفته زمان لازمه که روی درمان در سندروم بوده تحریک پذیرتون کمک کنن و کمتر دچار سندروم روده تحریک پذیر بشین. استراب و استرس ها هستش که تکنیک هایی برای آرام سازی و ورزش و مدیتیشن و مثل یوگا و یا اینکه شما برید پیش یه مشاور یا روانشناس که اون استرس و استراب ازتون دور کنه. یه سری داروها برای درمان نشونه های IBS استفاده میشه، مثل داروهای ضد اسپاسم که از گرفتگی و درد شکمی و گرفتگی عضلات کاهش میده و باعث شل شدن عضلات رودتون میشه. ملین ها هستش که برای بیماری که از یبوست ورج میبرن استفاده میشه. داروهای ضد اسهاله که برای بیماری که اسهال دارن استفاده میشه. داروهای ضد افسردگی هستش، اینا همشون کمک میکنه. بعدی روان درمانیه. بچه درمان بین درمان هایی که باعث روان درمانی میشه، خب خیلی اونها هم میتونه تاثیر خوبی داشته باشه. یه سری تست ها هستش برای تشخیص سندروم روده تحریک پذیر. اولیش IBS با یبوسته. توی شرایط بیمار درد شکمی، ناراحتی، نفخ معمولا به تاخیر میفته یا مدفوعش سفت میشه که از طریق این تست متوجه IBS میشن. یا اینکه اسهال شدیده که خیلی اورژانسی دستشویی میره، درد شکمی داره، ناراحته. یا اینکه با الگوی مدفوع تناوبی هستش که توی این شرایط بیمار یبوست و اسهال رو با هم تجربه میکنه. اول از همه پزشک میاد براتون آزمایش خون مینویسه، عدم تحمل لاکتوز توتون میسنجه، روش بیش از حد باکتریایی بوده کوچیک رو میسنجه و بعد از این ازتون در مورد IBS سوال میپرسه که چه نشونه هایی دارید، که درد یا ناراحتی تو شکم دارید، چند وقت یه بار احساس میکنید که نفخ دارید و اگه نشونی علامت خاصی وجود داشته باشه تستای بعدی رو مینویسه، مثل کمخونی، کاهش ورد، تورم موضعی، سابقه خانوادگی مثل بیماری التهابی و بعد از اون تست هایی که لازم هستش برای درمانتون در نظر میگه. در کل بچه ها طرز لایف استایل زندگیتون و این که سعی کنید همیشه تو برنامه، من همیشه گفتم برنامه غذایی درست و اصولی داشته باشید، مصرف میوه و سبزیجاتتون رو زیاد کنید و در کنارش مصرف آب و ورزش بسیار. ورزش باعث میشه که خیلی از بیماری ها ازتون دور بشه و اصلا تناسب اندام خیلی خوبی میتونید داشته باشید و سلامت بدنتون رو هم تضمین میکنه. ممنون از اینکه تا این ویدیو همراه من بودید. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب اصلا یادتون نره. امیدوارم که همیشه تنتون سالم و حس و حالتون عالی باشه. مرسی.